سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تمام درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید. اما در این بخش میپردازیم به در واقع صرف فعل روح که در واقع از خب در درس قبل فعل چنه رو داشتیم همونطور که مشاهده میکنید و الان میخوام فعل روح به معنی رفتن رو صرف کنم. دوستان خواهش میکنم خوب دقت کنید، خیلی مهمه، خیلی برامون مهمه، چون روح به معنی رفتن خب طبیعتا یکی از پرکاربردترین فعل ها هست. ما روزانه شاید گاهی اوقات ده ها بار و شاید خیلی بیشتر از این هم از فعل رفتن استفاده کنیم. خب طبیعتا دقیقا وقتی میخوایم عربی صحبت کنیم به همین نسبت قراره که از فعل روح استفاده کنیم. خب زمان در واقع مضارع رو قبلا داشتیم برای روح، اما بریم ببینیم در ماضی چه اتفاقی میفته. اولین نکته دوستان خوب دقت کنید، خواهش میکنم، این هست که حرف وسط واو هست، بنابراین این واو در هو هی هم هن یعنی اوی مذکر مؤنث و آنهای مذکر مؤنث، این واو باید تبدیل به الف بشه. دوستان اصطلاحا توی در واقع مبادی یا همون قواعد عربی بهش میگن اعلال صورت گرفته، اعلال. خب اما برای بقیه شخص ها چه اتفاق میفته؟ برای بقیه شخص هم گفتیم این حرف واو باید حذف بشه، گفتیم واو یا الف اگه حرف وسط بود باید چی؟ حذف بشه. این خیلی مهمه دوستان. حالا این نکته رو هم بگم قبل از که جلوتر بریم. اصطلاحا فعل هایی که حرف وسطشون واو یا الف باشه توی زبان عربی، توی مبادی یا همون قواعد عربی، چون ما میگیم قواعد ولی خود عربا میگن مبادی، مبادی رو بیشتر استفاده میکنن. توی مبادی عربی دوستان در واقع به این افعال میگن افعال اجوف، افعال در واقع معتل از نوع اجوف. اجوف یعنی شکم، یعنی وسط، چون حرف واو یا الف وسطه بهش میگن اجوف، یعنی تو شکم کلمه است در واقع. خب پس چه اتفاق میفته؟ این حرف وسط رو باید برای همه شخص ها حذف کنیم بجز او مذکر مؤنث، آنها مذکر مؤنث. خب بریم ببینیم چطور. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563 همونطور که در تصویر میبینید با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.